در عرفه تجلیل روز پرچم دولت جمهوری تاجیکستان ورزشگر موفق کشور سامان محمدبکوف در مسابقه بین المللی جودو گراند سلام اساکا برنده نشانی برنجی گردید. این دستاورد نظر راست تحفه ارزنده در روز جشن تاریخی به مردم شرفمند تاجیک میباشد. این نتیجه در صحیفه تاریخی ورزشی میهم بور دویم است که به وقوع میپیوندد. همچنین در این روز رقابت ها تاجیکستان را بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف نیز نمایندگی کردند. پهلوانش نقطه تاجیک سامان محمدبکوف در روز دومی مسابقه در وزن 73 کیلوگرم میدانداری کرد. سامان محمدبکوف در دور اول آزاد بود. در دور دوم با نماینده فرانسه بنجامین اکسوس وارد تاتامی شده دست بالا گردید. در دور سوم سامان با ورزشکار روس یوگنی پراکاپچوک سابقه نموده او را نیز مغلوب نمود و به دور چهارگانی‌های راحت پیدا کرد. در این مرحله رقیب کشتینگیری تاجیک سه کرات قهرمانی جهان ماساشی ابینوما از ژاپن به حساب می‌رفت که متاسفانه از این رقیبش ناکام گشت. بعدن سامان محمدبکوف در دوری تسلو بخش با جدوچی کشوری قزاقستان جان سایس مگولوف نیروسنجی نموده زفر یافت و برای به دست آوردن نشانی برنجی با گوشتینگیری ژاپنی آراتا تاتسوکاوا پواسنجی کرد. در این رقابت مهم سامان محمدبکوف اساسگذاران رشته جودو را دچار شکست نموده با مدال برنجی سرفراز گشت. در عرفه تجلیل روز پرچم دولتی این پهلوان کشور توانست در چنین مسابقات سطح بلند پرچم کشور را پرافشان کند. سامان محمدبکوف برای جای سوم 1500 دلار ایالات متحده آمریکا جایزه پولی گرفت. همچنین صاحب 500 خول گردید ملخش را در ردبندی جهانی المپی بهتر می سازد. او فعلا با 2060 خول در جای 16 همی وزن 73 کیلوگرم موقع دارد. مدال دیگری برنجی نصیب ورزشکار مغولستان ادبایر گنباتر شد. در این وزن ورزشکار دیگری ما بهروز خواجه‌زاده رقابت را از دور دوم شروع کرد. حریف او پهلوان ژاپنی کنشی هارادا بود. در این زورآزمایی بهروز مغلوب شده از ادامه رقابت ها محروم گردید. زینه‌های یکم و دویم این وزن را ورزشکاران ژاپنی ابینوما ماساشی و سوئیچی هوشیموتو به دست آوردند. در وزن 81 کیلو باشد اکمل مرادوف تاجیکستان را معرفی ساخت. اکمل رقیب یکم خود یورا سوین بی را از ایسلند شکست داد و به دور نوبتی برآمد. اما در دور دوم اکمل از آنتوان فالوا فورتیه کانادایی شکست خورد و از ادامه رقابت به نصیب ماند. امیدوار میشیم که در مسابقه گراند سلام اوساکا 486 ورزشکار از 87 دولت دنیا شرکت دارند. Fantastic.